یک روز پیش از پایان مهلت مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 18 تیر ماه هشدار داد ما تا ابد نمیتوانیم پای میز مذاکره بنشینیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت بحث ها در این مرحله بسیار فنی است و اهمیت موضوعات مورد بحث بسیار بسیار بالاست. ما عجله نمی کنیم و شتاب زدگی به خرج نمی دهیم. آقای کری افسوده اگر در پایان مذاکرات بتوانیم به توافق برسیم می بایست چنین توافقی به خوبی از عهده آزمون ها و محک های پیش رو براید. آن هم نه طی چند روز، چند هفته یا چند ماه، بلکه محک هایی برای ده ها سال. این هدف ما در اینجاست. آقای کری با تاکید بر اینکه برخی مسائل دشوار همچنان لاینحل باقی مانده تصریح کرد میدانیم تصمیم های دشوار با گذشت زمان آسان نخواهند شد. با این حال میبایست چنین تصمیم هایی به زودی اتخاذ شوند. آقای کری در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه تا چه مدت در وین خواهید ماند گفت این مذاکرات به لحاظ زمانی نامحدود نیست. اگر چنانچه تصمیم‌های سخت و دشوار اتخاذ نشود کاملا آماده ایم که به این فرایند پایان بدهیم. همزمان یک مقام ایرانی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفته است برخی از طرف‌ها در مذاکرات از آنچه که پیشتر بر سر آن در تفاهم‌نامه آوریل گذشته در لوزان سوئیس توافق شد عقب نشینی می‌کنند. این مقام ایرانی گفته است ایران می‌خواهد ببیند آیا ایالات متحده آماده است از وسوسه هوس تحریم‌ها دست بکشد یا نه. این مقام همچنین افزوده ایران به لغو تحریم‌های تسلیحاتی نیاز دارد که سازمان ملل متحد علیه این کشور اعمال کرده است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته تا زمانی که نیاز باشد به مذاکرات ادامه خواهیم داد تا به نتیجه برسیم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا و در پاسخ به این سال که تا چه وقت در وین خواهید بود گفته است تا زمانی که نیاز باشد. در همین حال فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است ما خیلی به توافق نزدیک شده ایم. اما اگر در ساعات آینده تصمیم سیاسی و مهم تاریخی گرفته نشود توافقی در کار نخواهد بود. در تحول دیگر رسانه‌های ایرانی می‌گویند طرف‌های غربی به طور ناگهانی تغییر موضع دادند. خبرنگار خبرگزاری مهر از قول برخی منابع مطلع نقل کرده است که پیام اخیر آقای ظریف در توییتر که نمی‌توان اسب‌ها را وسط مسابقه عوض کرد به دلیل تغییرات ناگهانی مواضع غربی‌ها و به ویژه مواضع آمریکایی‌ها طی دیشب و امروز که به طرز غیر مترقبه‌ای سختگیرانه‌تر از گذشته بوده منتشر شده است. خبرگزاری فرانسه نیز از قول یک مقام ارشد ایرانی که نامش را فاش نکرده خبر مشابهی نقل کرده و می‌گوید قدرت‌های غربی موضع خود را تغییر دادند و مذاکرات ممکن است راه دیگری برود. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از طرف‌های غربی مذاکرات انتقاد کرده است. در پستی که در توییتر وزارت خارجه روسیه به نقل از آقای لاوروف منتشر شده آمده است همپیمانان غربی ما که از پیشنویس قطعنامه‌ای که کاملاً از سوی دیگران پذیرفته شده بود حمایت نکردند مقصر هستند نه ایران. آقای لاوروف با تاکید بر اینکه مسکو خواستار لغو تحریم تسلیحاتی ایران در سریع‌ترین زمان ممکن است گفته این مسئله باعث می‌شود تا جمهوری اسلامی در جنگ علیه تروریسم مشارکت داشته باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به منظور شرکت در اجلاس سران همکاری‌های بریکس و سازمان شانگهای روز چهارشنبه به روسیه رفت، روز پنجشنبه 18 تیر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار و در خصوص مسائل مهم منطقه و روابط دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کرد. به گزارش منابع خبری، آقای پوتین در این دیدار ابراز امیدواری کرده بر سر برنامه هسته‌ای ایران توافق حاصل شود. بر اساس گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتارس، طرفین درباره گسترش همکاری‌های نظامی و فناوری نیز گفتگو کردند. رسانه‌های روسیه این دیدار را مهمترین رویداد کلیدی نشست بریکس توصیف کردند.
این رسانه ها همچنین تایید کردند که روسیه و ایران درباره فروش نفت ایران به روسیه به توافق رسیدند. در این رابطه پیشتر خبرگزاری تسنیم هم از ملاقات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در روز 13 خرداد با الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در وین خبر داده بود. آقای روحانی روابط ایران و روسیه را راهبردی توصیف کرد و با اشاره به تحولات سریع منطقه به ویژه در مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی همکاری‌های چند جانبه درباره این معضل منطقه‌ای را ضروری خواند. آقای روحانی گفت تهران و مسکو باید گام‌های جدی خود را در مقابله با تروریسم تعمیق بخشند و با مشارکت دیگر کشورهای منطقه برای ریشه‌کنی این پدیده شوم همکاری کنند. آقای پوتین نیز با تأکید بر ضرورت مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه تعاملات ایران و روسیه را برای ثبات و امنیت منطقه از جمله در سوریه ضروری دانست. به گزارش رسانه‌های روسیه با وجود تحریم‌های غرب علیه روسیه و ایران و بد شدن وضع اقتصاد جهانی، حجم تجارت دو کشور در سال 2014 با 5% افزایش به 1.7 میلیارد دلار رسیده است. پیش از دیدار روحانی و پوتین، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد ما خواستار لغو هرچه زودتر تحریم تسلیحاتی ایران هستیم و لغو تحریم تسلیحاتی ایران به افزایش قدرت نظامی این کشور در مبارزه با تروریسم در منطقه کمک خواهد کرد. با این حال سایت روسیه اسپوتنیک به نقل از یک منبع دیپلماتیک در مذاکرات هسته‌ای نوشت ممکن است طبق توافقنامه ایران و گروه 5 به علاوه 1 تحریم‌های تسلیحاتی علیه تهران طی 2 تا 8 سال حفظ شود. آقای روحانی که صبح امروز جمعه به تهران بازگشت در ارزیابی سفر خود گفت در ملاقات‌ها با سران کشورهای چین و روسیه به طور طبیعی بحث مذاکرات مطرح بود. این مذاکرات همکنون مراحل حساس خود را طی می‌کند و انشاءالله آنچه برای مردم کشورمان خیر است محقق خواهد شد. آقای روحانی صبح امروز در تظاهرات روز قدس شرکت کرده است. بنابر این گزارش، رئیس جمهوری ایران در فاصله میدان فردوسی تا خیابان انقلاب در میان راهپیمایی کنندگان حضور داشته است. سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان سعودی که 10 سال سکان سیاست خارجی این کشور را در دست داشت در سن 75 سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی عربستان در ریاض اعلام کرد او روز پنجشنبه 18 تیر در آمریکا درگذشته است. در بیانیه منتشره از سوی کاخ سلطنتی عربستان از او به عنوان مظهر حیثیت و سخت گوشی و مرد سیاست و انسانیت یاد شده است. در پایان ماه آوریل سال جاری پادشاه فعلی عربستان سعودی با استعفای سعود الفیصل موافقت کرد و او را به عنوان نماینده ویژه خود سرپرست امور خارجه و مشاور دولت منصوب کرد و جای او را عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام تسلیت خود سعود الفیصل را دیپلماتی تمام عیار و سیاستمداری متعهد توصیف کرده که در خاطر جهان خواهد ماند. سیاستمداری که به گفته آقای اوباما برای صلح وارد میدان میشد. آقای اوباما یادآور شده که او از جمله برای پایان دادن به جنگ داخلی لبنان و ارائه طرح اعراب برای صلح با اسرائیل در سال 2007 شرکت کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفته همتای سابقش بی‌آلایش، محترم و تیزبین بود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم تصریح کرده فیصل صدای وطنش را به گوش همه رساند و برای آن احترام آفرید. به گفته آقای فابیوس او بی‌وقفه برای صلح و ثبات خاورمیانه کار کرد. اتحادیه عرب نیز مرگ سعود الفیصل را تسلیت گفته است. سفارت آلمان در ریاض به فیصل ادای احترام کرد و او را سیاست مداری شایسته احترام نامید.
روز شنبه 20 تیر ماه مراسم سوگواری درگذشت او در مکه برپا خواهد شد. سعود محمد عبدالله فیصل برادرزاده او در توییتر نوشته است: بادا که خداوند او را در بهشت بپذیرد. منابع مختلف علت مرگ فیصل را ناراحتی قلبی عنوان کردند. آقای فیصل در اواخر زندگیش با مشکلات مختلف سلامتی از جمله اشکال در تکلم و راه رفتن روبرو شد. او در ماه ژانویه در آمریکا از ناحیه کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت. سعود الفیصل به مدت 40 سال تصدی وزارت خارجه عربستان را بر عهده داشت. او از حیث طول مدت ریاست بر وزارت خارجه در میان وزرای خارجه کشورهای جهان همتا نداشت. آقای فیصل در این سمت به 4 پادشاه پیاپی عربستان سعودی خدمت کرده بود. سعود الفیصل دانش‌آموخته دانشگاه پرینستون آمریکا در رشته اقتصاد بود. او سپس در شرکت نفتی پترومین مشغول به کار شد و در سال 1971 معاونت وزارت نفت را بر عهده گرفت. آقای فیصل در اکتبر سال 1975 وزیر خارجه عربستان شد. سعود الفیصل نفوذ قابل توجهی در دیپلماسی و سیاست خارجی عربستان سعودی داشت و حتی بعد از اینکه از این مقام کنار گذاشته شد هنوز به عنوان مشاور پادشاه عربستان و در مناسبات خارجی حضور داشت. سعود الفیصل از خود 3 پسر و 3 دختر بر جای گذاشته است. سازمان ملل متحد اعلام کرد توافق‌هایی حاصل شده تا از روز جمعه 19 تیر و به مدت 1 هفته در یمن آتش‌بس برقرار شود تا بتوان به 21 میلیون شهروند نیازمند کمک در این کشور رسیدگی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 18 تیر ماه اعلام کرد عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری یمن که در ریاض به سر می‌برد موافقت کرده که عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی متوقف شود. دفتر دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده است تمامی طرف‌های درگیر از جمله حوثی‌ها موافقت کردند که در مناطق تحت کنترلی که در اختیار دارند آتش بس به طور کامل برقرار شود. از زمان آغاز درگیری ها در یمن بیش از 3000 تن کشته شدند. سازمان ملل یمن را در کنار سودان جنوبی، سوریه و عراق در فهرست بالاترین کشورهای در خطر بحران بروز فاجعه بشری قرار داده است. خبرگزاری دولتی یمن که توسط شیعیان حوثی مورد حمایت ایران اداره می شود روز پنجشنبه 18 تیر از قول سفیر ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن گفته بود آتش بس بشر دوستانه در این کشور ظرف 24 ساعت آینده اعلام خواهد شد. همزمان یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است از روز یکشنبه گذشته 1 ناو و 1 هلیکوپتر آن کشور هدف تشعشعات لیزر 1 کشتی با پرچم ایران در نزدیکی آبهای یمن قرار گرفتند. این کشتی که پرچم ایران را حمل می کرده کشتی تجاری عنوان شده است. این واقعه در خلیج عدن در جنوب یمن رخ داده است. این مقام رسمی پنتاگون گفته است به هیچ یک از پرسنل آمریکایی و نیز تجهیزات آنها آسیبی نرسیده است. به گفته این مقام کابین هدایت کشتی ناوشکن USS فارست شرمن و 1 هلیکوپتر هدف قرار گرفتند. ارتش ایالات متحده اطلاعی در مورد این نوع پرتابگر لیزر ندارد، اما بر این گمان است که در حد 1 پرتابگر نظامی یا صنعتی نبوده، چرا که آسیبی بر جای نگذاشته است. به گفته مقام پنتاگون این رخداد از منظر آنها در این شرایط آزار و اذیت از طرف ایرانی ها به شمار می رود. به گزارش شبکه خبری CNN این واقعه که تا روز چهارشنبه 17 تیر ماه ادامه پیدا کرده در آبهای بین المللی رخ داده است. ناوشکن ایالات متحده در حال انجام مأموریت‌های معمول دریایی بوده است، اما کار اصلی ناو مراقبت و رصد منطقه برای مقابله با انتقال احتمالی اسلحه به یمن است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر مربوط به اظهارات مسئول روابط عمومی کل سپاه درباره بازدید از مراکز نظامی ایران را تکذیب کرد.
خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه 18 تیر به نقل از سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران نوشته بود مسئولان کشورمان به هیچ وجه چنین اجازه ای را نخواهند داد تا اماکن نظامی توسط نمایندگان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بازرسی شوند و از این گذشته سپاه نیز هیچگاه چنین اجازه ای را به بازرسان نخواهد داد. یک روز بعد جمعه 19 تیر سایت رسمی سپاه پاسداران ایران از قول یک مقام مسئول در روابط عمومی سپاه این خبر را تکذیب کرد و نوشت اظهارات منتسب به سردار شریف پیرامون مذاکرات هسته‌ای و بازدید از مراکز هسته‌ای و نظامی تکذیب شده و ایشان در نشست خبری خود پیرامون تشریح برنامه‌های روز جهانی قدس هیچ گونه اظهار نظری در این خصوص نداشتند. این در حالی است که همزمان خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از قول سردار جزایری بار دیگر تأکید کرد که ایران اجازه دسترسی به مراکز نظامی را نخواهد داد. این اظهارات همزمان با آخرین و حساس‌ترین دور مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک بیان شدند. مسئله بازدید از مراکز نظامی ایران از مدت‌ها پیش موضوع مورد مناقشه طرفین بوده است. به تازگی نیز ایران مسئله رفع تحریم تسلیحاتی خود را مطرح کرده است. در خبری دیگر حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیان گفته است آمریکایی‌ها به دنبال توافقی هستند که ایران را تحقیر کند. وی گفته آنها به هیچ توافقی که این شاخصه ها را نداشته باشد تن نخواهند داد. در همین حال علی اکبر ولایتی رئیس مرکز بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است هر توافقی که در وین صورت گیرد یک کار مقدماتی است و باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی و تایید شود و در نهایت به تصویب مقام معظم رهبری برسد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با استعفای علیرضا جهانگیریان معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری موافقت کرد. رسانه ها در ایران می گویند پذیرش استعفای رئیس سازمان هواپیمایی کشور به منظور گریز وزیر راه از استیضاح توسط مجلس بوده است. آقای جهانگیریان به خاطر صدور اجازه پرواز هواپیمای ایران 140 مورد انتقاد بود. سقوط یک فروند هواپیمای آنتونوف ایران 140 که متعلق به یک شرکت هواپیمایی وابسته به سپاه است، منجر به مرگ 39 نفر در مرداد ماه 1393 شد. رئیس روابط عمومی وزارت راه درباره جانشین آقای جهانگیریان در این سازمان گفت رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به هیئت دولت معرفی می شود و در صورت موافقت حکم ریاست برای او صادر خواهد شد. یکی از وظایف سازمان هواپیمایی کشور تایید انواع هواپیماهایی است که می توانند در ایران به فعالیت حمل و نقل هوایی بپردازند. سایت انتخاب در این زمینه نوشته است بعد از سقوط هواپیمای ایران 140 بسیاری از کارشناسان قصور وزارت راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشور را علت اصلی این حادثه می دانستند چرا که با وجود تذکر و اخطارهای مکرر در رابطه با این هواپیما اجازه پرواز صادر شد و جان شماری از هموطنان فدای این کوتاهی و بازیهای پس پرده شد. به گزارش انتخاب پس از حادثه سقوط هواپیمای ایران 140 جلسات متعددی در این خصوص در مجمع نمایندگان تهران انجام گرفت تا جایی که حسین طلا دبیر مجمع نمایندگان تهران در مصاحبه ای گفت سازمان هواپیمایی مدیران زیادی را برکنار کرد تا این هواپیما اجازه پرواز بگیرد. بنابر گزارش سایت انتخاب از طباطبایی نماینده مردم ناین در مجلس و حسین طلا نماینده تهران که پیش از این پیگیر علل سقوط هواپیمای ایران 140 بود به عنوان یکی از طراحان این استیضاح نام برده می شود.
مقام‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند دولت یونان طرح پیشنهادی خود را برای انجام اصلاحات اقتصادی ارائه کرده تا نظر مساعد وام دهندگان را برای پرداخت سومین بسته نجات مالی به این کشور جلب کند. به گفته مقام‌های حوزه مالی یورو، طرح پیشنهادی یونان پنجشنبه شب و تنها 2 ساعت قبل از ضرب العجل نیمه شب به مقر اتحادیه اروپا تحویل داده شد. قرار است تا پیش از برگزاری نشست اضطراری روز یکشنبه اتحادیه اروپا، کارشناسان حوزه یورو طرح پیشنهادی یونان را بررسی کنند. به گزارش رسانه‌های یونان، دولت این کشور در طرح پیشنهادی خود متعهد به انجام اقداماتی مانند افزایش مالیات، اصلاح نظام بازنشستگی، خصوصی سازی و کاهش هزینه‌های دولتی شده است. یونان برای جلوگیری از اعلام ورشکستگی و خروج احتمالی از حوزه یورو باید نظر مساعد وام دهندگان را برای پرداخت سومین بسته نجات مالی جلب کند. پیش از ارسال طرح پیشنهادی یونان به اتحادیه اروپا، الکسیس سیپراس نخست وزیر این کشور در مذاکره با دیگر اعضای دولت ائتلافی خود توانست بر سر جزئیات این اصلاحات اقتصادی به توافق برسد. قرار است امروز جمعه پارلمان یونان بسته پیشنهادی آقای سیپراس را مورد بررسی قرار دهد. در همین حال کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول خواستار تجدید نظر در ساختار بدهی‌های یونان شد. پیش از این دونالد توسک رئیس شورای اروپا اعلام کرده بود طلبکاران یونان در برابر پیشنهادهای این کشور که قرار است تا ساعتی دیگر ارائه شود باید پیشنهادهای واقع بینانه مطرح کنند. پیشنهاد تازه یونان روز شنبه از سوی وزیران دارایی 19 کشور حوزه یورو بررسی می شود و یک روز بعد در نشست سران 28 کشور اروپایی به بحث گذاشته خواهد شد. هفته قبل مردم یونان در یک همه‌پرسی به طرح اتحادیه اروپا که ادامه کمک مالی را به ریاضت اقتصادی بیشتر منوط می کرد رأی منفی دادند. وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران گزارش روزنامه اردنی الرأی درباره دست داشتن سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران در توطئه‌ای برای اجرای یک حمله در این کشور را بی اساس، بی پایه و تبلیغات ایران هراسی خواندند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 16 تیر ماه گزارش این روزنامه اردنی را بی اساس خوانده و سیاست اصولی و ثابت ایران را احترام کامل به امنیت، ثبات و تمامیت ارضی کشورهای منطقه ذکر کرد. در همین حال رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران نیز در این باره به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت این گزارش بیپایه و جزی از به گفته او تبلیغات ایران هراسی است. روزنامه دولتی الرأی در اردن پیشتر خبر داده بود نیروهای امنیتی فردی به نام خالد کاظم جاسم الربیعی را در شهر جرش در این کشور به همراه 45 کیلوگرم مواد منفجره دستگیر کردند. جرش دومین شهر توریستی اردن است. آنطور که در گزارش این روزنامه آمده بود سپاه قدس بخش برونمرزی سپاه پاسداران ایران مواد منفجره را در اختیار این فرد قرار داده است. روزنامه دولتی الرأی روز چهارشنبه در گزارش جدید نیز بخش‌هایی از کیفرخواست علیه خالد کاظم جاسم الربیعی را منتشر کرد که در آن به آنچه جزئیات همکاری این متهم 49 ساله با وزارت اطلاعات ایران خوانده شده اشاره کرده است. ایران از جمله حامیان اصلی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. در مقابل آقای اسد اردن را به حمایت از گروه‌های شورشی مخالف خود متهم می‌کند، اما مقامات اردن این اتهامات را رد کردند. اردن همچنین در همکاری با ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی به رهبری آمریکا حملات هوایی متعددی را به مواضع این گروه انجام داده است. در سالهای گذشته مقام‌های اسرائیلی و برخی از منابع غربی ایران را به دست داشتن در برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های تروریستی در جمهوری آذربایجان، بانکوک تایلند، تفلیس گرجستان، دهلی نوی هند و کنیا در آفریقا متهم کردند و چندین تبعی ایران نیز به همین اتهام در این کشورها دستگیر شدند. جمهوری اسلامی اتهام دست داشتن در هر گونه توطئه ترور در این کشورها را همواره رد کرده است.
با گرمترین درودهای مهرگین در این شبهای گرم میهن بر شما همیهنان ارجمندم و همراهان همیشگی برنامه صفحه یک. دیشب نخستین بخش از ویژه برنامه واقعی کوی دانشگاه تهران را دیدید. ادامه آن برنامه را امشب 19 تیر ماه با ناگفته های نو و شنیدنی های تازه از زبان دو تن از کنشگران سیاسی مدنی آن هنگام، آقایان مهندس علی افشاری دبیر تشکل دانشجویی تحکیم وحدت و همینطور منوچهر محمدی متهم ردیف اول کوی دانشگاه تهران، میبینیم و میشنویم. یک فضای سنگین احساسی و انزجار از اون برخورد رو ایجاد کرده بود که حتی اول نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات و بخشی از همین نیروهای جناح راست هم موضع تون داشتن روزای اولی که اومد رو بند و کوی. خب اون فضای احساس شک گرفته بود. از اینجا به بعد خب دفتر تحکیم انجمن اسلامی دانشگاه تهران در روز شنبه وارد شد و تحکیم از روز یک شنبه که میشد 20 تیر ماه به اصطلاح و فعالیت داخل دانشگاه ها رو تحکیم انجام داد، گروه دیگری نبود. خب گروه برخی از گروه جبهه متحد دانشجویی بود، آقای تمازی خوش در زندان بود و این گروه آقای منشه محمد اینها بودن، در کنار بودن. اینها نه برنامه رو اعلام کردن، دعوتی رو انجام داده بودن. یک گروه هم بودن افرادی که اینها صورتاشون رو پوشونده بودن و اون روز اول سنگ پرتاب میکردن و درگیر بودن با نیرو انتظامی که هویت اینا معلوم نبود که اینها هستن. بخشی از افرادی هم که شاخه دانشجویی حالا حزب ملت بودن و اونها کار میکردن، اونها هم یک فعالیت هایی رو داشتن، ولی اون نیرویی که بالاخره اعلام برنامه کرده هدایت اعتراض رو در محیط های دانشجویی بر عهده داشت، خب تحکیم و انجمن های اسلامی بودن. در این مرحله دوم ولی حجم استقبال مردم اینقدر زیاد بود که اولا که غافلگیر کرده بود، بس ظرفیت و توانای تحکیم بالاتر بود. منتها در اون مرحله دوم شدت برخورد وحشیانه و تخریب کوی دانشگاه مثل این بود که یه ارتش بیگانه حمله کرده باشه و جایی رو گرفته باشه، ولی کفه ترازو بیشتر به سمت این میره که یک حرکت از قبل، یعنی حضور فرهاد نظری در اون شب حضور طبیعی نیست بس. در کاری که سابقه داشته و بدون مشکلی بالاخره حل میکردن طرفه و ابعادش هم در شب حادثه خیلی بزرگ نبود، اونها با حمله شد اون جنایت را آفریدن. بعد طیف ناهمگونی هم از نیروها پیوسته بودن، فقط مسئله دانشجوها نبود، بعد یک طیفی از ناراضیان هم اومده بودن و فکر میکردن که الان یک فرصتی شده که میشه مثلا یک تغییرات بزرگی رو رقم زد، مثلا از خانم هایی که میخواستن حجابشون رو بردارن، مادری که بچهش اعدام شده بود اومده فکر میکرد الان میتونه خونخواهی بکنه، گروه های رادیکال تر سیاسی بودن فکر میکردن فرصت برای براندازی نظام مساعد شده. یک مجموعه ناهمگون به این نحو بود. خب برای دانشجو مسئله اصلی اعاده حیثیت از دانشگاه بود. علیرغم اینکه در بیانیه‌های مختلف وزارت اطلاعات در آن هنگام در رسانه‌های متعدد از جمله تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شبکه اول به یاد داریم که البته تا ثانیه‌های دیگه نمونه‌های اگه اون نمونه‌ها باشه از برنامه پخش خواهد شد، هم بینندگان خواهند دید. بر اساس تحقیقات انجام شده بخش دیگری از اطلاعات به دست آمده در خصوص منوچهر محمدی یکی از عناصر مؤثر در آشوب‌های اخیر به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد. اشاره می‌شد که منوچهر محمدی متهم ردیف اول، ولی پس از سالیانی مشاهده شد که کسانی دیگری روییده شدند. پس از خروج شما از کشور به طور مشخص و پس از خروج برخی از فعالین سیاسی، کسانی اومدند خارج کشور و ما میبینیم به ناگاه اونها خود رو به گونه موازی سازی شد. چهره هایی که خب شما هم میشناسید، ما هم میشناسیم، کسانی بودن که چه بسا پیشینه جنبش دانشجویی نداشتن، کسانی بودن که در واقع تلاش داشتن نوعی ویترین سیاسی خود رو جلوه بدن و بدون داشتن پیشینه سیاسی میتوان گفت حتی خودشون هم به گونه مظلوم قضایی هن. یعنی بی دلیل گرفته شدن، بی دلیل محکومیت رایی به اصطلاح طولانی مدت گرفتن، حالا در زندان حالا محکومیتشون رو کشیدن یا نکشیدن وارد گفتگو نمیشم. فکر میکنیم تابع چه روندی بوده، چرا این چهره آفرینی ها، این موازی سازی ها صورت گرفته؟ ببینید این سوال شما ادامه
به واقع همون پاسخ تر سال قبلی شما میتونه باشه که من گفته بودم که حتی اصلاح طلبان سعی میکردن که خواست مردم ایران رو به شیوه متمدنانه، اینجا منظور من از متمدنانه یعنی مرموزانه، سرکوب کنند، برای اینکه جز خودشون کسی دیگر رو نمیتونستن ببینند. یعنی اگر یک جریان سومی به نام جریان سوم سکولار از دل جنبش دانشجویی و حقشی از جامعه بیرون می اومد و اگر کمترین و کوچکترین انتقادی رو نسبت به اصلاح طلبان می کرد، اونها فی الواقع به جای این که به صدای اعتراضی اونها گوش کنن، سعی می کردن صدای اعتراضی اونها رو سرکوب کنند. این تفکر بود که می خواستن جنبش های یا به دیگر عبارت تشکل های دانشجویی شناسنامه دار رو که منتقدین اینها هستند به نوعی سرکوب کنند و یا افرادی رو از دل این جامعه بیرون بیارند و موازی سازی کنند. خب این رو همونطوری که خود حضرت عالی فرموده بودید که در واقع پیشینه سیاسی در جنبش دانشجویی نداشتند، این کاملا میتونه درست باشه. در نتیجه وقتی که کوی دانشگاه تهران ایجاد شد، ماها رو گرفتن، ماهایی که هیچ وابستگی به مجموعه رژیم، به دو جناح حکومتی رژیم نداشتیم، وقتی که مورد توجه قرار گرفتیم افکار و اندیشه ما، اینها به این فکر افتادن که ما رو تخریب کنند به شیوه های مختلف و اینا موفق نبودند. وقتی دیدن موفق نبودن، حرکت دیگری رو آغاز کردن، افرادی رو آوردن که موازی سازی کردن. یعنی اینها به اصطلاح جزء جنبش دانشجویی بودن، در حالی که نه دانشجو بودن، نه پیشینه سیاسی و نه پیشینه مبارزات جنبش دانشجویی داشتند. اینها رو در مقابل ما علم می کنند که ما رو بتونن تحت شعاع قرار بدن. من در راستای همین نکته که اشاره شد میخوام به طور مشخصتر به پاسخ برسیم. آیا مصادیقی خاصی مد نظرتون هست که نظام جمهوری اسلامی ایفای نقش کرده باشه یا گروه های ناهمگون که دست به موازی سازی زده باشند، در حالی که ما به دفعات شنیدیم که زنده یاد اکبر محمدی به عنوان محکوم به اعدام که حالا در یک فرایند قضایی خارج میشه از محکومیت به اعدام ولی نهایت در زندان اعدامش به طور بگونی دیگه صورت میگیره و کشته میشه، یا خود شما که با اون بحران ها مواجه بودید که به هر روی مستندات وجود داره که معتمد ردیف اول، من این پاسخ خود دقیقا نگرفتم. آیا تمایل دارید که برای روشنگری بیشتر به مصادیق مشخصی تو ذهن دارید که اشاره بشه؟ بله، من این رو بازی های سیاسی میدونم. مثلا چه کسی در جنبش دانشجویی پیشینه نداشته ولی خب به عنوان یکی از رهبران جنبش دانشجویی کوی دانشگاه مطرح شده؟ ببینید، من نمیتونم، اگر اجازه بدید من اسمی نبرم، ولی خب همه میدونن یعنی که، اما من بازم معتقد هستم همین که یک کسی میاد یک روز ولی که زندان هست برای من قابل احترام هست، اما نه اینکه اون هم به یک باوری برسه که واقعا رهبر جنبش دانشجویی هست. یعنی خود رژیم تسلیم میکرد به صرف اینکه هر کسی یک روز زندان باشه برای شما محترمه؟ بله. با هر جرم و جرائمی؟ نه، سیاسی. مشخصا متهم سیاسی. نظر به اینکه به دفعات اشاره کردید به مدیریت اصلاح طلبان، به دفعات اشاره کردید من ناگزیر میبایستی به مصداق برگردم به موضوع، از بحثم خیلی دور نشیم، آیا فکر نمیکنید حتی این میزان توجه جهانی رسانه‌ای خودش این مدیون فضای نیمه باز رسانه‌ای دوران اصلاحات بوده؟ مثلا ما می‌بینیم که مثلا روزنامه خرداد در آن هنگام تمامی روزنامه‌های موسوم به زنجیره‌ای دوم خوب پس از دوم خرداد به طور یک پارچه اون رو پوشش داده بودن، تیتر یک زده بودن که مدت‌ها مورد غضب محافظه‌کاران واقع شده بودن. آیا این در تحلیل سیاسی شما چگونه چه جایی داره؟ فکر نمی‌کنید وجود به تعبیری مدیریت سیاسی دوران اصلاح طلبان بوده که خیلی از بحران‌های بیشتر رو مانع شد، چه بسا عزیزان مثل شما اصلا اعدام می‌شدن اگر اصلاح طلبان حاکم نمی‌بودن؟ ببینید، زمانی که آقای خاتمی کاندید شد، من خودم به آقای خاتمی رأی دادم.
در دوری اول، در دوری دوم تو انتخابات شرکت نکردم، با توجه به اینکه تو زندان بودم، از ما خواستم بیان رأی بدن، من حاضر نشدم. یعنی این بحثی که خاتمی در اون مقطع خیانت کرد به دانشجوها رو من قبول ندارم. من منتقد عملکردش هستم، ضعیف عمل کرد، ولی نه کاملا از خواسته های دانشجوان حمایت میکرد و قلبا هم خیلی ناراحت بود از اتفاقی که افتاده بود و اینها، و بعد از اونم بله حتی بعد از اونم سعی میکرد که بالاخره این برخوردهای امنیتی که در داخل زندان ها صورت میگیره متوقف بشه و زودتر مسئله دانشجوها حل بشه. پس مرحله سوم مرحله بود که سپاه با همین بهانه‌ای که کردن آقا مسجد آتیش زدن، نمیدونم به بانک ها حمله کردن، ضد انقلاب وارد شده، با خود ما سپاه گیر داد که شما تریبون ضد انقلاب دادید و خود اونها یک سناریو رو آوردن که آقا اصلا این کوی رو پروژه تندروهای اصلاحاته که اومدن این کار رو به انصار حزب الله رو بازی دادن که این کار رو انجام بدن. بعد وزارت کشور و وزارت علوم اومدن، حالا اینو بعدها که منو گرفتن از من میخواستن اعتراف بگیرن برای این موضوعات که مثلا آقای سعید حجاریان و ابتهی و غیره نشستن توافق کردن، یعنی خط بالای اصلاحات، که با یک شورشی راه بیفته تا طرح عدم کفایت رهبری ببرن در مجلس خبرگان و تو شدی مجری این پروژه و وزارت کشور و علوم هم در اون مقطع امکانات و تدارکات و لوجستیک رو میرسوندن برای آشوب. مثلا در پویت بحثای احمقانه ای رو مطرح میکنن ولی به زور از من میخواستن زیر شکنجه که اینها رو اعتراف کنن. مثلا میگفتن که آقای خانجانی در پوشش مثلا وزارت کشور و امکانات کمکی و اینها مثلا کوکت مرتوف آورده و تو توضیح کردی. حالا اون موقع به طور جدی این بحث مطرح بود که برخی دانشجویان کشته شدن، جان باختن، مسئله شهدای دانشجویی مطرح بود، این که حتی باید اون جریان هم آمران و هم آملان هر دو محاکمه بشن، معذرت خواهی رسمی بشه از دانشگاه. خب اینا مسئله اصلی بود، ولی از همون موقع خب یه دهه تشویق میکردن به خط آشوب، یعنی به شورش های کور، یعنی توانایی داشتن، اصلا افراد شناخته شده ای بودن که بریم بیرون. مثلا یادم هست ما در همون روز شنبه که در دانشگاه تهران تجمع گذاشتم، من یه سخنرانی کردم، بعد اومدم تحکیم چون باید برنامه‌ریزی می‌کردیم برای روز یک شنبه فرداش که برنامه اعلام تحسن کرده بودیم در دانشگاه تهران. ما در اون مقطع به عنوان تشکر که هم اصلاح طلب بودیم هم قانونمند بودیم و اعتراض از چارچوب قانون می‌خواستیم جلو ببریم، طرحمون این بود که دانشجوها رو و مردم حامی رو در داخل دانشگاه تهران جمع بکنیم، فشار ایجاد بکنیم که دولت به این خواسته هایی که گفتم عمل بکنه، مجموعه نظام. و جالبه در روز اول ما هم مذاکراتی رو با دولت، یعنی رقص رئیس جمهور داشتیم و خب مجموعه وزارت علوم هم کاملا پشتیبان خواسته های دانشجویان بود و از اون طرف با وزارت کشور همینطور و با بیت رهبری هم داشتیم. در اون دو روز اول موضع بیت رهبری پایین بود و ما به طور عادی سر نمایندگان ما مذاکره میکردن بر سر برداشتن هدایت الله لطفیان فرمانده وقت نیروی انتظامی و اونا بدون اینکه موضع تندی بگیرن داشتن اینو بررسی میکردن. خب در روز من تحکیم بودم، به من خبر دادن که آقا یه عده جمع شدن در داخل وزارت کشور و میخوان جمعیت رو هول بدن که اینا بریزن تو وزارت کشور. و خب من رفتم اونجا، یادم آقای تاج‌زاده‌ام بود و همین بلنگو دستی و صحبت میکرد، ولی خب اونا خیلی افرادی که بودن حرف ایشون رو گویا به حال قبول نمی‌کردن. یه بحثایی بود که من این میکروفون رو گرفتم یه صحبت کردم، گفتم آقایون شما چرا اینجا اومدید اصلا؟ اون کسانی که حمله کردن به کوی شعارهاشون معلومه، خط و ربطاشون معلومه که از کجا هدایت می‌شدن و اینها، و بعد هم شماها مگه بغلیاتونو می‌شناسید هستن؟ این خب این نوع فعالیت و این نوع اعتراض که به هدفی نمی‌رسه، مجبوراً به یک شورش کور منتهی میشه و خواستم برگردیم به کوی. دوباره جمعیت راه افتاد، دیگه نیومدن تو وزارت کشور و از همونجا یه عده آدمایی بودن که من احساس کردم اینا برخوردشون غیر طبیعیه که هی میخواستن فقط به شورش همینطوری تبلیغ مثلا مردم رو تشویق بکنن و ترغیب بکنن. حالا من اینو میخوام به این نتیجه برسم که من در کنار که حالا یه سری گروه هایی بودن حالا دنبال بودن که
بهره برداری سیاسی خودشون رو بکنن، یا به حال فکر میکنن فرصتی برای ساقط شدن نظام ایجاد شده که ارزیابی غلطی از اون شرایط بود. من خط نفوذ خود حکومت و بخش تندروی حکومت رو میدیدم، یعنی اونها برنامه‌شون این بود که این فضا منجر بشه به یک شورش و بعد فرصت پیدا بشه که سپاه بیاد امنیت شهر تهران رو در دست بگیره. به همین اتفاق هم افتاد و همین شد دقیقاً. یعنی اون فاز سومه که اونا گرفتن و ناراحتی من هم همونه. اگر اون حرکت تحسن و مسالمت آمیز و اعتراض هدفمند، ما مشکلی هم با بیرون رفتن نداشتیم، با بیرون رفتن بی برنامه و هرج و مرج و خواسته های نامتعارض و ناهمگونی که امکان عملی شدنشون وجود نداشت و حاصل توافق جمعی هم نبود، و به خصوص که مسئله دانشجوها بود نه مسئله بیرون از دانشگاه. خب من اون روز این جمعیت رو نمیخوام بگم که این تخریب ها، آتش زدن ها به بانک، حمله کردن ها به مسجد، من اینها رو عمل غیر طبیعی میدونم و حاصل همون خط نفوذی حکومت میدونه، بخش اقتدارگرای حکومت. چون ببینید یک جمعیت بسیار زیادی بود که من همین بلنگو دستی رو گرفتم با کمک برخی از اعضای تحکیم به جمعیت گفتم آقا برمیگردیم میریم کوی، که از خیابان فاطمه جلو به زرکشان آمدیم ولیعصر، بلوار کشاورد، دوباره سر میدون ولیعصر. این عده گفتن که بریم به طرف ساختمان ریاست جمهوری، باز من مانع شدم، قانع کردم جمعیت رو، رفتیم دوباره تقاطع بلوار کشاورد و خیابان فلسطین کاخ سابق. یه عده گفتن آقا الان وقتش فلانی، بریم بیت رحمتو، نمیگیم مشکلات اون طرفه، بریم اونجا کارو تموم کنیم. دوباره ما گفتیم نه. و این وسط موبایل منم زنگ میزد و کسی به نماینده رحیم صفوی میگفت که اینها اگر برسن به تقاطع جمهوری و فلسطین ما تیراندازی میکنیم. حالا من به تهدیدون کاری نداشتم، ما برنامه خودمون این نبود اصلا که مثلا بخوام بریزیم اون طرف. من یادم برخی از بچه‌های ما نشستن یا خوابیدن کف خیابون تا بالاخره قانع کردیم جمعیت رو و برگشتیم و شعارها متوجه شخص رهبری بود و در اینا شعار مذهبی هم میدادن. یادم هیهات من نزل نه خیلی شعار غالبی بود، الله اکبر شعار غالبی بود. این که شعاری با انقلاب 57 بله ایران شده فلسطین، فلسطین رو میگفتن، قاتلین فروهر لای عبای رهبر رو میگفتن. ولی شعار محوری ما در تحکیم بود که فرمانده کل قوا پاسخگو پاسخگو، یعنی ما رهبری رو در اون مقطع پاسخگو میدونستیم و میگفتیم که حداقل باید فرمانده نیروی انتظامی رو برداره. این جمعیتی که با اون حجم زیاد، با اون انرژی و درست نزدیک به واقعه، یک مورد تخریب صورت، نه شیشه ای شکسته شد، ما از این همه ساختمان دولتی رد شدیم توی این مسیر طولانی. میخوام بگم اون تخریب ها کار مردم نبود، کار معترضان نبود، اون کارهایی بود که خود بخش نفوذی حکومت کرد که مثل همیشه با بزرگنمایی اینها بهانه برای سرکوب پیدا کرد. چه میزان شخص آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبری نظام رو در چنین بحران‌های آسیب‌پذیر می‌بینید؟ ببینید اتفاقا نکته مناسبی است، یعنی از ابتدای انقلاب به بعد اینا هر وقت یه کار تندی رو کردن، کار پشتوانه حکومت و رأس قدرت انجام شده. ولی وقتی واکنش‌های مردمی گسترده‌ای رخ داده که اونها غافلگیر شدن، اول سریع عقب‌نشینی کردن و همیشه اون به اصطلاح بالاترین رأس رم قدرت، یعنی خود رهبری و ولی فقیه این کارو کرده. و واقعا در اون دو روز اول که اون غلیان خشم و انزجار عمومی بود، قدرت اجتماعی ایجاد شد، به سمت تخریب و شورش کور هم نرفته بود، اونها در موضع پایین بودن. خامنه‌ای در دوشنبه اومد گریه یه گفت عکسای منم پاره کردن کاری نکنید، و در مذاکراتی هم که میشد اینها تلویحا پذیرفته بودن که لطفیان برداشته بشه نیروی انتظامی. همین آقای حجازی که چهره تندی هم بود به اصطلاح، کاملا با نمایندگان ما بحث میکرد و به اصطلاح برخورد تندی نداشت و میگفت ما اینو بررسی میکنیم. اما از اونجا به بعد بود که حالا بخشی از اشتباه برخی از افراد که فکر میکردن با اومدن همینجوری در خیابونها و دادن شعارهای تون تکلیف یک سره میشه، بخش گروه های سیاسی که خب مشیای به اصطلاح خاص خودشون رو داشتن و اون خط نفوذ کمک کرد به ایجاد یک نوع هرج و مرج و باعث شد که بخش از پتانسیل ما در داخل دانشگاه صرف این بشه که معترضین رو قانع بکنیم که تو دانشگاه بمونن،
اون انباشت نیرویی که وادار بکنه حکومت ها و عقب نشینی در دانشگاه ایجاد نشد به خاطر همین استکاک ها، و از اون طرف هم دولت خاتمی هم نتونست، یعنی به حال بخشی از همین کشمکش ها اون قوه اثرگذاری دولت رو تضعیف کرد. البته من معتقدم ما از همون اول نظرم بود که خاتمی بیاد در دانشگاه و رهبری اعتراض رو در دست بگیره، اگر اومده بود شاید مسیر دیگری میشد، ولی خاتمی در اون مقطع لقام های لرزانی برداشت و متزلزل نشون داد، برخلاف قطعه زنجیره‌ای که محکم وارد شده بود. یه دفعه کودتا شد و آقای حسن روحانی اومد و کاملا حرفای بر علیه دانشگاه صورت گرفت و اونجا ناراحتی من بود و کاملا موضوع برعکس شد. بخش از برخوردهایی که حکومت انجام داد با یک سری افراد که اینها بعداً به عنوان 18 تیر معروف شدن، اینا قربانیان برخورد حکومت بودن در خود اعتراضات و در بطن اعتراضات اینها شاید حضور داشتن، من منکر حضورشون نیستم، ولی نقش‌های محوری و رهبری اون حرکت اعتراضی رو نداشت. حالا من الان خیلی علاقه‌مند به اسم نیستم، ولی به نظر من خب برخی از افراد که به حال زندانی طولانی رو کشیدن به ناحق و در حقشون ظلم شده، اینها در رهبری اعتراضات دانشجویی نه اصلا فعال دانشجویی هم در اون مقطع نبودن به هر صورت. بعد ببینید تلخ‌ترین تجربه من در فتحک وحدت خب به پایان بدفرجام کوی دانشگاه تهران برمیگشت که اون تصور رو نداشتیم که بالاخره خب اول اون اعتراضات که بالا گرفت باز غیر منتظره بود، هم ما رو و هم دیگر نیروها رو همه رو غافلگیر کرد، ولی اینکه چطور اون حرکتی که اینقدر گسترش پیدا کرد یک دفعه ورق برگشت و نیروهای تندرو حکومتی حاکم شدن، یه تعداد دانشجوها بازداشت شدن و اون لحظه که این اتفاقات افتاد، یعنی از 23 تیر 78 به بعد، شاید میگم تلخ‌ترین دوران خاطره فعالیت من در تحکیم. خب آقای محمدی، در این بخش از برنامه در واقع برمیگردیم به خودتون با چند سوال ساده و صمیمی. منوچهر محمدی در یک مقطعی از تاریخ حضوری گسترده و پرصدا در رسانه‌های ایران داشت و همینطور در رسانه‌های پارسی زبان و غیر پارسی زبان برون مرز. چرا این روزها اینقدر ساکت است؟ سوال سختی کردید، ولی من اگه میخوام پاسخ کوتاه بدم، پاسخ من این هست که من کار سیاسی رو زیبا نمی‌بینم. برای من تلخ بود. برمیگردیم به سال بعدی. منوچهر محمدی که ایران رو ترک کرد، چه چیزهایی بسیار عزیز بود که جا گذاشتی؟ برادرم اکبر رو، مزار اکبر رو پدر و مادر. در طول دهه ها در واقع میتوان گفت فعالیت سیاسی اجتماعی مدنی، تلخترین حادثه، تلخترین خاطره ی زندگی شما چه بوده و اگر دارید خوشترین خاطره؟ خاطرات خوشی ندارم. تلخترین خاطره من اینه که برادرم اکبر از دست دادم و همینطور زمانی که شنیدم نشنویم توضیحات شما رو. مادرم از داغ اکبر سکته کرد و فلک شد. آیا مادر در مرحله درمانی هست؟ بله، درمانی هست و در اون بهتر. در خبرها خونده بودیم که مادر میبایستی برای درمان به خارج از کشور اعزام بشن، به کجا رساندید مطلب رو؟ ممنون خروج هست. یعنی مادر شما هم ممنون خروج هست؟ آقای دولت روحانی هم کاری انجام. ضمن سپاس از شما همیهنان عزیز که با حوصله در دو شب متوالی بیننده ویژه برنامه های کوی دانشگاه تهران و 18 تیر ماه بودید و همچنین از همکاران عزیزم در گروه صفحه یک، از جمله گروه و همکارانی که در بخش تصویر، صدا و نور به بنده مساعدت رساندن، سپاسی بیکران دارم.
امید است که به مناسبت‌های تاریخی دیگر بتوانیم با تولید ویژه برنامه‌هایی در امر روشنگری و اطلاع رسانی همیار شما همراهان همیشه ایران فردا باشیم. تا آنگاه و پگاه هنگام دیگر، شامگاه شیک، بامداد روشن، بدرود.